درود بسیار به شما بینندگان عزیز تلویزیون ایران فردا. یک بار دیگه بنده خدمتتون اومدم برای آن سوی خبر. تابستان ماه اوت، همه در حال مرخصی از جمله گویندگان خبر. خب چه کسی باید همه جا حاضر باشه؟ بنده در خدمتتون. و امروز آن سوی خبر رو با شما خواهم بود. امروز دوشنبه در پایتخت سرزمین ما نشست کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد با حضور نمایندگان بیش از 30 کشور برای بحران غزه تشکیل شد. میدونید که ایران الان رئیس جامعه کشورهای غیر متحده. آقای عباس عراقچی معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه اعلام کرد که بیش از 30 کشور جهان امروز در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در تهران شرکت کردند. آقای ریاض المالکی وزیر خارجه دولت جدید فلسطین و نیز معاون وزیر امور خارجه مصر در این اجلاس شرکت دارند. معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه گفت که دستور کار این اجلاس یک روزه بررسی تحولات غزه و جنایات اسرائیل است که مواضع و راه حل‌ها در بیانیه پایانی ارائه خواهد شد. خیلی طبیعی است نشستی که یه مقدار حرف خواهند زد، مقداری شعار خواهند داد و اصولا مگه از جمهوری اسلامی غیر از شعار و البته موشک‌های فجر یک کار دیگری هم برمی‌آید؟ آیا از دردهای مردم فلسطین چیزی کم کرده؟ نه، هر بار جای مصالحه فلسطینی به میان آمده جمهوری اسلامی با دلارهای خونی نفتی مانع از این مصالحه شده و اصولا این دور جدید درگیری ها نیز از ربوده شدن سه شهروند اسرائیلی آغاز شد که در پس پرده گفته می شود به توصیه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ادامه مصالحه فتح و حماس انجام گرفت. ایالات متحده نیز در این میان حمله اسرائیل به یک مدرسه تحت پوشش سازمان ملل را شرم‌آور خواند و از آن ابراز انزجار کرد. این دومین مدرسه بود که اسرائیلی ها بدون هیچ توجیهی ویران کردند و شماری کودک و نوجوان رو در اون به قتل رسوندن، ضمن اینکه عده‌ای از شهروندان غزه هم اونجا بودن، چون این مدارسی که نمایندگی سازمان ملل اونروا اداره میکنه ظاهرا باید جای پناهگاهی باشه که تعرضی به اون نشه. مدرسه است ولی برای اسرائیل نه مدرسه، نه مسجد، نه کلیسا، نه بیمارستان، هیچ کدوم هیچ راده و مانعی برای ادامه این جنایت تکان دهنده نیست. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در اظهارات شدید علیه اسرائیل که برای اولین بار از زبان یک مسئول آمریکایی ایراد میشه، حمله به این مدرسه در رفح را تقبیح کرد و گفت این مدرسه یک مکان حفاظت شده و بارها به ارتش اسرائیل در این مورد اطلاع داده شده بود. آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز حمله اسرائیل را محکوم کرد و آن را عملی زشت و جنایتکارانه خواند. وی خواستار آن شد که افراد مسئول در این حمله به خاطر نقض فاحش مقررات انسان دوستانه بین المللی محاکمه شوند. این چندمین حمله مرگبار به یک مدرسه تحت پوشش سازمان ملل برای اسکان آوارگان فلسطینی در جریان درگیری های 27 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس است. در جریان این حمله موشکی اسرائیل حداقل 10 غیر نظامی کشته شدند. بیش از 30 نفر مجروح شدند. هفته گذشته نیز اسرائیل به یک مدرسه سازمان ملل حمله کرد و 15 تن را کشت و شماری زیادی مجروح به جا گذاشت. نکته جالب این است که اسرائیل در زمانی که 3 روز قبل اعلام کرد یک آتش بس 4 ساعته رو اعلام میکنه، گفت که البته یک سربازش رو حماسی ها رو بودن و برای یافتن اون سرباز کار خود رو ادامه خواهد داد در نقاط مرزی. آقای اوباما و ایالات متحده نیز حرف اسرائیل رو تایید کردند و بعد معلوم شد نه، چنین نبوده. سرباز اسرائیلی
هنگام حمله به یک مجموعه از شبه نظامیان حماس در درگیری کشته شده و این بهانه‌ای بوده، اسرائیلی‌ها می‌دونستند و این بهانه را آوردند. وزارت دفاع اسرائیل گفته که به منظور تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه و بازگشت آوارگان فلسطین به خانه‌هایشان لطف می‌کنند. از امروز 7 ساعت آتش بس خواهند. در این حال در بیانیه وزارت دفاع هشدار داده شده که به هر گونه حمله پاسخ داده خواهد شد. وزارت دفاع گفته این آتش بس بشر دوستانه که از ساعت 10 صبح به وقت محلی شروع خواهد شد اکثر مناطق غزه را در بر خواهد گرفت، ولی شامل شهر جنوبی رفح نخواهد شد که نیروهای اسرائیلی کماکان در حال عملیات در آن هستند. در همین حال خبرگزاری رویتر از توافق گروه‌های فلسطینی حاضر در مذاکرات قاهره با توافق 4 ماده‌ای آتش‌بس خبر داد. به گزارش رویتر، آقای قیس عبدالکریم عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک در گفتگوی تلفنی با رویتر اعلام کرد به دور از جزئیات توافقی درباره 4 شرط اصلی به دست آمده است. این 4 شرط شامل عقب نشینی نیروهای اسرائیل، پایان محاصره، آزادی اسرا و آغاز بازسازی است و این همه شروط دارای جزئیاتی است. این نکته رو من اینجا اضافه بکنم، بسیار قابل تأمل. اسرائیلیا میخواستن بعد از اینکه عملیات نظامیشون انجام دادن یک طرف آتش‌بس اعلام کنن، نیروهاشون رو بیرون بکشن، انگار نه انگار اتفاقی افتاده، انگار نه انگار 1800 نفر کشته شدن که 1/3 کودکان و نوجوانان بودن، انگار نه انگار اسرائیل هزاران خانه رو ویران کرده، انگار نه انگار که اسرائیل نزدیک 7000 نفر رو مجروح کرده. هیچ کدوم اینا نه، در خود غزه کوچک 1 میلیون آدم رو آواره کرده. نه، اسرائیل میخواست دستشو بشوره بعدم بره کنار، محاصره غزه هم ادامه پیدا کنه. این شرط خفتبار رو فلسطینی ها نپذیرفتن، گفتن باید حصار غزه برداشته بشه. و اکنون به نظر میرسه حتی مصری ها که تلاش میکردن آتش بس به هر قیمتی انجام بگیره، به گونه ای که وزیر خارجه مصر گفت اگر حماس با آتش بس موافقت کرده بود نزدیک 1400 نفر هنوز در حیات بودن، زنده بودن. به هر روی حماس میخواد امتیازات خودشو بگیره، اسرائیل هم دنبال برنامه های خودشه و ملت فلسطین هم قربانی میده. آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که باز هم به دبیری انتخاب شدن، جنبش سبز و اعتراض ملی رو در سال 1388 به تقلب بزرگ در انتخابات با عنوان زلزله که هدفش براندازی نظام بوده وصف کرد. گفت در آن زمان بسیاری از این حوادث وحشت کرده بود و عده‌ای هم ناامید شده بودند و گمان می‌کردند کار نظام تمام شده است. به اقدام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برپایی تجمع 9 دی را هنر این شورا در خاموش کردن آتش حوادث نامید. یادتون هست ساندیس، ساندویچ و مقداری پول برای کسانی بود که در این تظاهرات شرکت کرد. آقای جنتی در شرایط این شورا را مسئول برپایی تجمع 9 دی معرفی کرد که پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی این تجمع را خودجوش و بدون دخالت نیروهای دولتی و ارگان‌های دولتی اعلام کرده بودند. 5 سال پس از اعتراضات مردمی به حکومت در جریان کودتای سال 88، روزی نیست که مقامات ارشد رژیم از آن اعتراضات سخنی نگویند. وحشت تا استخوان‌های ارکان نظام نفوذ کرده. آقای ناصر موسوی لارکانی شرایط عدم استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم را اخراج دانشجویان ستاره دار اعلام کرد. موسوی لارکانی گفته شرط دیگر این است که افرادی که با معترضان به نتایج انتخابات 88 همراهی داشتند از پست‌های مدیریتی کنار گذاشته شوند. ماه گذشته اعلام شد که نمایندگان خواهان استیضاح وزیر علوم هستند، ولی گفتن به توافقی رسیدن که استیضاح
در ماه رمضان یک ماه به تعویق افتاد. قرار بود که وزارت علوم هر هفته گزارشی از عملکرد خود به کمیته نظارت بر تفاهم انجام شده ارائه کند. آقای ناصر موسوی لارکانی از اعضای این کمیته به شمار میره. پیشتر فاش شده بود که افشای بورسیه های غیر قانونی در دولت محمود احمدی نژاد از جمله دلایل اصلی استیضاح وزیر علوم روحانی، چون میدونید نزدیک 3000 تن افراد بدون صلاحیت از دولت بورسیه گرفتن و صدها هزار دلار به اونها پرداخت شد تا خواهرزادگان مسئولان، فرزندان، نوادگان، برادرزادگان مقامات رژیم از جمله نمایندگان این مجلس بتوانند در خارج از کشور روزگار خوشتری را سر کنند. بریم سراغ مطبوعات که هنوز هزینه های جنبش سبز را میدهد، هزینه های آزادی خواهی. دادگاه مطبوعات مدیران مسئول سایت های بهار نیوز و روزنامه توقیف شده آسمان را در عناوین اتهامی انتصابی مجرم شناخت و خبرگزاری دانشجو نیز از شاکی خود رضایت گرفت. ایسنا. این دادگاه در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد. هیئت منصفه رو که میدونید کیا هستن، یکیشون همون خسرو خوبان معروف است که اسمش رو به روح الله حسینیان تغییر داد. پرونده خبرگزاری دانشجویان با شکایت نماینده حقوقی سازمان بهزیستی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی تشکیل شده بود که به دلیل رضایت شاکی دادگاه این پرونده برگزار نشد. لابد خبرگزاری دانشجو اومده یه مقدار تعریف و تمجید از این تشکیلات کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه از شناسایی و تعطیلی دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای و بازداشت دست در کاران آنتا در ایران خبر داد. وزارت اطلاعات در بیانیه خود اشاره به نام شبکه ها نکرده، اما بنده براتون میگم. یک تعداد شبکه شیعه درست شد که این شبکه ها البته رژیم پشتش بود در عراق، در خود ایران، ولی این شبکه هایی که خدمتون عرض میکنم، اینها از سوی آیت الله سید صادق شیرازی، برادر خواهرزادگانشون آقایل مدرسی ها در عراق، همینطور فرزندان مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی، مجموعه قزوینی ها در داخل و خارج کشور این شبکه ها اداره میشد. کاری به اون ندارم که اونها از به اصطلاح سنت حمایت میکردن و تشیع رو در همون قوالب سنتیش دنبال میکردن، اما در بعضی جاها اهانتشون به اهل تسنن و حرفایی که میزدن، کاری هم به جمهوری اسلامی ندارم، بسیار آزاردهنده بود و واکنش متقابل برمی‌انگیخت. توهینی که به همسران پیامبر میشد، به صحابه ایشون، به خلفای راشده، اینها همه در این تلویزیون ها در جریان بود. میگویند آقای حسن نصرالله رهبر حزب الله در سفری که به تهران داشته در این زمینه با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده که این تلویزیون ها رو حساب شما باید اونجا در لبنان پس بدید. به هر روی آن گفت آتش به جان شمع فتد که این بلا نهاد. ابتدا خود رژیم بود که این نوع شبکه ها رو، ابوالفضل عباس شبکه، نمیدونم اینا که درستن، کربلا و غیره، و حالا ما در این زمینه یک گزارش مشروع داریم که توجه شما رو به اون جلب میکنه. به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده آورده دفاتر چند شبکه ماهواره‌ای در 4 استان ایران به طور مخفیانه و غیر قانونی فعالیت می‌کردند. وزارت اطلاعات هدف از فعالیت‌های این شبکه‌ها را ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع اعلام کرده است. این اطلاعیه اضافه کرده که دفاتر این شبکه‌ها با حکم قضایی تعطیل و عوامل آنها بازداشت شدند. استانهای قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی
4 استانی هستند که وزارت اطلاعات اعلام کرده دفاتر شبکه‌های مذکور از آنجا به پشتیبانی از برنامه‌های اختلاف افکنانه در جهان اسلام مبادرت می‌کردند. این اطلاعیه همچنین اضافه کرده که این شبکه‌ها در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و تأمین اهداف استکبار جهانی فعالیت می‌کردند. جنجال بر سر فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای مذهبی زمانی بالا گرفت که استاندار قم از دریافت پیام سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان مبنی بر لزوم کنترل این شبکه‌ها در قم خبر داد. محمد صادق صالحی منش روز 9 اردیبهشت در سخنانی که سایت رسا آن را بازتاب داد اظهار داشت برادر عزیزم سید حسن نصرالله هفته گذشته هیئتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند کنترل شوند و گله من بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد ولی خبرگزاری فارس روز 15 اردیبهشت با انتشار گزارشی به شرح فعالیت‌های شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی پرداخت که به گفته آن اقدام به اختلاف افکنی در میان اهل سنت و شیعیان می کنند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که 11 شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آنها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می کنند که در این میان شبکه‌های عرب زبان آنها بیشتر از دیگر شبکه هاست. این خبرگزاری برخی از این شبکه‌های ماهواره‌ای را شامل شبکه‌های امام حسین به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی، سلام، ابوالفضل العباس، مدرسه جهانی امام صادق، بقیع، مرجعیت و همچنین شبکه‌های الانوار 1 و 2 عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند. بسیاری از این شبکه‌ها مروج اندیشه‌های خاندان شیرازی‌ها هستند و اختلاف‌های عمده‌ای با روحانیون شیعه در ایران دارند. رهبر نظام علی خامنه‌ای هم در شهریور ماه سال 92 نامی از خاندان معمم شیرازی‌ها برده و گفته بود تشیعی که از لندن و آمریکا تبلیغ شود به درد شیعه نمی‌خورد. البته بگم یکی دو تا از این تلویزیون‌ها که یکشون واقعاً تهوع‌آوره. با دادن فحشای رکیک به اهل سنت و همینطور حتی به خود آقای خامنه‌ای و مسئولان جمهوری اسلامی به جای انتقاد با حرفای رکیک در واقع به اونا کمک میکنن تا صاحب حقانیت بشن و یکیشون به خصوص از یک ملای فراری کویتی که دولت کویت هم ملیت رو از او سلب کرد قابل تأمله که بسیار بیادبه و مدل حرف زدنش اصلا به مدل یک روحانی نیست. به هر حال این نوع تلویزیون ها از اون بر تلویزیون های افراطی سنی رو پیریزی کرده که روبروی هم می نشینند و خدا می داند چه حرفایی می زنند که آدم شرم می کنه. در قرن 21 ما گرفتار چه مسائلی است. در افغانستان سرزمینی که آرزو داشتیم با انتخابات روی آرامش ببینه هنوز معرکه انتخابات به پایان نرسید. آرا رو دوباره بازشماری کردن. آقای جانکری به کابل رفت. دکتر عبدالله با حریف خودش آقای اشرف غنی به گفتگو نشستن. قرار شد یکی رئیس جمهوری بشه بعد از بازشماری آرا و دیگری رئیس هیئت اجرایی که به مرور جانشین نخست وزیر خواهد. یک نوع طرحی که در زیمبابوه هم پیاده شد. با این همه هر روز حریفان دست یکدیگر رو رو میکنن. آخرین کار یک فایل صوتی است که از طرف دکتر عبدالله منتشر شده. صدای استاد عبدالکریم خلیلی معاون دوم آقای کرزای در اون شنیده میشه. من متن رو گوش کردم. اصلا نشانه تقلب نیست بلکه آقای خلیلی مژده میده به طرفدارانشون که در این انتخابات ما پیروز میشیم. باید پیروز بشیم چون ایشون از آقای اشرف غنی حمایت میکرد و حتی به
فردی که قرار معاون دوم جای خود ایشون باشه و از حزب وحدت هست تبریک میگه، میگه من مطمئنم شما برنده خواهید شد. ولی آقای عبدالله عبدالله این رو به عنوان یک تقلب بزرگ ازش یاد میکنه. رئیس دفتر آقای خلیلی تکذیب کرده و گفته این یک نوار ساختگی است و هیچ واقعیتی نداره و نشان دهنده اینه که تیم حریف داره پرونده سازی میکنه. حتی اگر حرفا در یک محور خصوصی باشه اینو نمیتونن عنوان تقلب روش بگذارن. آقای عباس بصیر تأکید کرده که معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان استاد خلیلی از این نوع تهمتها مبراست. در رویدادی دیگر هم دفتر سازمان ملل در کابل اعلام کرده که پس از مذاکره فشرده با ستاد دکتر عبدالله، یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات، آنها با پیوستن به روند بازشماری موافقت کردند. چون دکتر عبدالله با اینکه اصل بازشماری رو پذیرفته بود ولی نمایندگانش رو نفرستاده بود که بعداً بتونه اعتراض بکنه. به هر حال دوباره از صبح یک شنبه با حضور نمایندگان آقای اشرف غنی احمدزاد و نمایندگان ستاد عبدالله عبدالله بازشماری ادامه پیدا کرده و اختلاف بر سر ملاک باطل کردن آرا سبب شده تا مرتب این روند به تأخیر بیفته. در عراق اتفاقات عجیب غریبی افتاد. سنجار سقوط کرد، شهری که پایگاه ایزدی ها بود و طبیعتاً مجنونان یا جنون زدگان متعصب داعش گردنی رو باریکتر از گردن ایزدی ها این قوم زجر کشیده پیدا نکردن. ایزدی ها 3000 سال یا بیشتر در عراق بودن. در دوران خلافت اسلامی، در دوران هارون رشید و خلفا به آنها تکریم میکردن، اعتبار میدادن. حتی در قرآن میدونیم که زرتشتی ها و صابئه احترام بهشون میذارن، در شمار اهل کتاب از اونها یاد میکنن. اما اسلام داعش خب طبیعتا معلوم، اسلام آقای ملا بوبکر بغدادی و پیش از آن بن لادن و ایمن و زواهری، اسلامی چنین است، اسلام داعش و القاعده. اینها حمله کردن، ایرادات زیادی میگیرن. اتحادیه میهنی ایراد گرفته بود که چرا پیشمرگای حزب دموکرات از شهر بیرون اومدن، چرا میدان نفتی رو رها کردن، چرا دو شهرک رو در شمال عراق به داعش واگذار کردن. و حزب دموکرات گفته پیشمرگاش آماده میشن برن و بار دیگر بتونن این مناطق رو متصرف بشن. کردها به هر حال در شرایط ویژه‌ای هستند. دولت آقای مالکی حقوق اونها رو نداده، 6 ماه یا بیش 8 ماه که سهم اونها رو از بودجه سالانه کشور پرداخت نکرده. نفت صادر میکنن، دولت مالکی جلوش رو میگیره. 2 میلیون آواره به کردستان وارد شدن، شرایط بسیار سختی دارن و با این همه دلاورانه ایستادن جلوی داعش در کرکوک در مناطق مختلف و مبارزه میکنن. اما سقوط شهر سنجار میتونه نگرانی زیادی باشه. 200,000 نفر آواره شدن. گزارشی در این زمینه داریم که توجه شما رو به اون جلب میکنه. نیروهای خلافت خودخوانده اسلامی موفق شدند پس از نبردی سنگین با پیشمرگاهای کرد در شمال عراق، بزرگترین سد عراق و 2 میدان نفتی را تصرف کرده و کنترل 2 شهر را به دست بگیرند. به نوشته خبرگزاری رویتر، سد موصل که بزرگترین سد عراق است نیز به تصرف خلافت خودخوانده اسلامی درآمد. رویترز با انتشار این خبر نوشته است که به دست گرفتن کنترل این سد، این امکان را به این گروه می دهد که شهرهای مهم عراق را با خطر سیل تهدید کند. غیاث سرچی، یک مقام اتحادیه میهنی کردستان عراق، هم از تصرف شهر زمار و مناطق اطراف آن توسط خلافت خودخوانده اسلامی خبر داده است. شهر سنجار در نزدیکی کردستان عراق و مرز سوریه نیز به تصرف نیروهای خلافت اسلامی درآمد. در شهر سنجار که در کنترل نیروهای کرد قرار داشت، اقلیتی به نام ایزدی ها یا یزیدی ها زندگی می کنند که مذهب آنها از جمله در مذهب زرتشتی ریشه دارد و پیروان این مذهب هدف حملات نیروهای داعش قرار داشتند.
داعش از ایزدی ها به عنوان شیطان پرست یاد می کند. در همین راستا سازمان ملل متحد اعلام کرد تصرف شهر سنجار به دست نیروهای خلافت اسلامی باعث گریختن 200,000 نفر از این شهر شده است. نیکولای ملادنوف نماینده ارشد سازمان ملل متحد در عراق در بیانیه پس از اشغال شهر سنجار به دست نیروهای داعش گفت یک فاجعه انسانی در حال شکل گرفتن و پدیدار شدن است. به گفته وی هزاران خانواده آواره از قبل در این شهر که نزدیک مرز سوریه قرار دارد اسکان داده شدند. بر اساس این بیانیه سازمان ملل به ویژه نگران سرنوشت شهروندان غیر نظامی است که به کوهستانهای جبل سنجار گریختند و ممکن است در منطقه‌ای که به طور کامل به محاصره نیروهای داعش در آمده است به دام افتاده باشند. این بیانیه می افزاید بر اساس گزارش ها وضع انسانی این شهروندان وخیم است و آنها نیاز مبرم و ضروری به اقلام اساسی مانند مواد غذایی، آب و دارو دارند. حمله نیروهای دولت اسلامی همچنین به دو میدان نفتی در شمال عراق از شامگاه جمعه 10 مرداد آغاز شده بود. یک مقام رسمی در شرکت نفت شمال از شرکت‌های نفتی عراق به همین خبرگزاری گفته که دو میدان نفتی تصرف شده قابلیت تولید روزانه 20,000 بشک نفت را دارند. این گزارش به نقل از منابع رسمی در اقلیم خود مختار کردستان عراق از کشته شدن 14 پیشمرگه در این درگیری ها خبر داده است. همین منابع گفتند که 2 پیشمرگه دیگر نیز در نزدیکی مرز سوریه کشته شدند. از سوی دیگر یک منبع رسمی در اتحادیه میهنی کردستان عراق، یکی از 2 حزب بزرگ کرد در عراق، به خبرگزاری فرانسه گفته که نیروهای پیشمرگه موفق شدند 100 جنگجوی خلافت خودخوانده اسلامی را بکشند و 38 نفر دیگر را اسیر کنند. در همین حال و در پی انتشار اخبار مبنی بر پیروزی‌های داعش و اشغال شهر شنگال در استان موسل، خبرگزاری فرات وابسته به پکک اعلام کرده که یگان‌های مدافع خلق برای مقابله با داعش به شمال شنگال رفته و با این گروه وارد درگیری شدند. در واکنش دیگر یک عضو عالی رتبه اتحادیه میهنی به سایت رسمی این حزب گفته است که داعش در شنگال دست به کشتار اقلیت مذهبی ایزدی زده است. سالم مسلم رهبر کردهای رژاوا نیز در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفته یگانهای مدافع خلق در جنگ داعش به پیشمرگه کمک می کند. این در حالی است که استاندار موسل خطاب به جامعه جهانی اعلام کرد تا چند ساعت دیگر هزاران ایزدی قتل عام خواهند شد. به کمک ایزدیان بشتابید. نیروهای دولت اسلامی در ماهای اخیر حملات زیادی را علیه میادین نفتی عراق و سوریه ترتیب دادند. آنها موفق شدند تعدادی از این میادین را به کنترل خود در بیاورند. دولت اسلامی که نیروهایش به بیرحمی در برخورد با مخالفانش مشهور شدند با تصرف بخش‌های وسیعی از خاک سوریه و عراق در 2 سال گذشته اعلام آغاز خلافت کرده است. از عراق آشفته بحران زده به سوریه بریم. امروز فیلمی رو می‌دیدم، توپ‌ها و خمپاره‌های نیروهای دولتی تعداد زیادی از مردم بیگناه و کودکان رو به قتل رسوند و مجروح کرد. در حمله مخالفان بشار اسد به جنوب دمشق هم 12 نفر از دولتی ها کشته شدند. البته خبرگزاری دولتی سوریه گفته که آتش خمپاره مخالفان اسد به مناطق جنوبی پایتخت یک شنبه شب 12 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری سانا میگوید در میان کشته شدگان در سغور بوستان ادور و دویله چندین کودک هستند. بر اساس این خبر همچنین 23 نفر مجروح شدند. اما گزارش آن سو رو که ببینید میبینید که آتش اسدی ها سنگین تر است و به ویژه در طول ماه رمضان، علارغم اینکه حرمت داره ماه رمضان و قرار بود نوعی آتش بس برقرار بشه، ولی رژیم اسد وحشیگری خود رو بیشتر کرد. از سوی دیگر تعدادی از نیروهای جبهه نصرت نیز وارد لبنان شدند. بعد از دستگیری یکی از فرماندهانشون توسط ارتش لبنان، آنها
چند روستای لبنانی رو محاصره کردند، تعدادی سربازان رو به اسارت گرفتند و آثار این جنگ به لبنان هم کشید. دکتر فتفت، یکی از نمایندگان جبهه 14 مارس، در گفتگویی که داشت اعلام کرد که حزب الله باعث این مشکل هست. گفت که حزب الله هست که با ورود به سوریه طرف مقابل رو تحریک کرده که راهی لبنان بشه، و این به نظر من حرف منطقی است. حزب الله به چه مناسبت باید بره به سوریه و سنی ها رو لبنان رو تحریک کنه و همینطور در سوریه؟ ترکیه اردوگاهی را برای اسکان ترکمنهای عراقی که بر اثر حملات داعش آواره شدن اختصاص میده. پیشتر ترکیه همزمان با عید فطر 16 تریلر کمک‌های دارویی و غذایی رو جهت کمک به خانواده‌های ترکمن به شهر اربیل عراق فرستاده. مهستان بختیاری همکارمون جزئیات بیشتر این خبر رو برای شما بازگو خواهد کرد و من نیز شما عزیزان را به پروردگار بزرگ می سپارم. ترکیه تصمیم داره جهت حمایت و اسکان آوارگان ترکمن یک اردوگاه 40,000 نفری در عراق تأسیس بکنه. این موضوع البته از مدتی قبل مطرح شده بود، اما خب روز شنبه آقای ارشاد صالحی رئیس جبهه ترکمن‌های عراق سفری به ترکیه داشتن و با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کردن، از جمله دیدار با آقای داوودوغلو وزیر امور خارجه، و خب فرصتی هم پیش اومد تا این موضوع به صورت جدی‌تر مطرح و پیگیری بشه. در این ارتباط آقای داوودوغلو در ملاقات با آقای ارشاد صالحی بر این موضوع تاکید کردند که ترکیه حمایت از ترکمن‌ها رو وظیفه خودش میدونه. آقای داوودوغلو گفتن که ترکمن‌های عراق بدون حامی نیستن و برای دریافت کمک‌های انسانی نیازی به مراجعه به مراکز دیگه ندارن. به همین منظور هم دولت ترکیه تصمیم گرفته یک اردوگاه 40,000 نفری رو در منطقه سینجار تأسیس بکنه. ترکمن‌های عراق، آنطور که برخی منابع پژوهشی و مسئولان ترکمن عنوان می‌کنند، دارای جمعیتی 3 میلیون نفری در عراق هستند که حالا با کمی متغیر بودن ارقام حدوداً 9 تا 13 درصد جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. دین اونها هم اسلام، البته هم با گرایش مذهب سنی و هم شیعه، و اغلب در شهرهای چون کرکوک، تلهفر و موصل سکونت دارن. اما با بروز نارامی‌ها در عراق و به ویژه تحرکات گروه تروریستی داعش، خب حملات زیادی از سوی این گروه به شهرها و سکونتگاه‌های اونها انجام گرفت و باعث آواره شدن بسیاری از ترکمن‌ها از خانه‌های خود شد. تنها در حمله خرداد ماه گذشته داعش به شهر 200,000 نفری تلهفر، حدود 150,000 نفر از ترکمن‌های این شهر آواره شدن. بخش از اونها البته به ترکیه مهاجرت کردن و تعداد زیادی هم در بخش‌های دیگه عراق پراکنده شدن. بیش از 300,000 نفر از ترکمن‌ها گفته میشه از آغاز حملات داعش از شهر و خانه خودشون آواره شدن. ترکمن‌های عراق رابطه نسبتا نزدیکی با ترکیه دارن، به همین دلیل هم از مدت‌ها قبل با بروز چنین حوادثی در عراق مسئولین و مقامات ترکمن از دولت ترکیه خواسته بودند که در قبال تحرکات داعش بی‌تفاوت نباشند. حتی در این ارتباط آقای کمال بیاتلی، رئیس انجمن ترکمن‌های عراق، ماه گذشته عنوان کرده بود که ترکیه نباید تنها به تأمین آب و غذا و یا صدور بیانیه در مورد ترکمن‌ها بسنده بکنه. با این حال اداره بلایای طبیعی ترکیه که وابسته به نهاد نخست وزیری هستش، علاوه بر کمک‌های دارویی و غذایی که از تاریخ 20 ژوئن بی‌وقفه در اختیار ترکمن‌های عراق قرار داده، اکنون مصمم هست تا این اردوگاه رو برای اسکان آوارگان ترکمن تأسیس بکنه. اما در خبری مرتبط با عراق، آقای اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه اعلام کرده که ظرف 48 ساعت آینده 49 کارمند کنسولگری ترکیه که حدود 2 ماه پیش توسط گروه تروریستی داعش در عراق به گروگان گرفته شده بودند، آزاد خواهند شد و به ترکیه باز خواهند گشت. میدونیم دولت ترکیه در طی این مدت تلاش زیادی رو برای آزادی شهروندان گروگان گرفته شده خودش آغاز کرده بود.